امروز سه‌شنبه 20 اسفند 1387 تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم اشارجه سفارایی کرد تا بتونه اون تلسم سالها عدم قهرمانی در مسابقات آسیایی رو بشکونه. به ورزشگاه آزادی اومدیم تا از این دیدار برای شما عزیزان گزارشی تهیه کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. خیلی سلام از شما. خب بعد از مدت ها دوری از پرسپولیس بالاخره در دیدار قبلی حاضر شدیم. امروز هم دیدار پرسپولیس در برابر اشارجه است که شما دارین خودتون رو گرم کنین، ان شاءالله وارد زمین بشین. از وضعیت خودتون بفرمایین و از این بازی. خب خدا رو شکر الحمدلله با حمایت هوادارا، کادر فنی، مسئولین باشگاه و همچنین بچه‌ها من تونستم نسبتا شروع خوبی داشته باشم. امیدوارم این بازی هم با نتیجه پرگلتری به نفع پرسپولیس تموم بشه تا گام خیلی محکمی رو برداریم ایشالله برای بازی آسیه. وضعیت خودم خیلی خوبه، هنوز خیلی زود استش به شرایط اول بازی، هنوز نرسیم که بشه به صورت فیکس برم، ولی ایشالله تو یکی دوتا بازی آینده به اون شرایط ایدئال میرسم برای اینکه بتونم ایشالله تو ترکیب اصلی قرار بگیرم. امیدوار میشه در سطح آمادگی خبرهای شنیده میشه که احتمال داره تیم ملی هم دعوت بشین. امیدوار هستین که درخششی داشته باشین که بتونین دعوت بشین. ببین اون نظر کادر فنی هستش. من امیدوارم که وقتی که به شرایط ایدئال و شرایط آمادگی رسیدم بتونم به تیم ملی هم کمکی بکنم به عنوان یه سرباز. من هر موقع که از من دعوتی به عمل بیاد من در خدمت تیم ملی هستم. پیش بینیتون از پرسپولیس در لیگ قهرمانان؟ ان شاءالله یکی از مدعیای سرسخت است. موفق باشی. با 3 امتیاز تا الان گرفتین. مهم 3 امتیاز. حالا گلای زیادم درسته. مهمه. ولی از تکار 3 امتیازی که بتونیم با روحیه خوب بتونیم بازی بعدی. ما بتونیم بازی بعدی رو مثل همین بازی انجام بدیم و نباید همین یه بازی خوب باشه، باید همه بازی خوب باشه. الان پیش بینیتون راجع به نتیجه این بازی چیه؟ الان پیش نتیجه خوبه، نتیجه خوبی هستش. همین نتیجه باقی میمونه. نه خب انشالله که بتونیم باز هم گل بزنیم. آقای عسکر ضمن عرض سلام، خب شما در این چند بازی بعد از اینکه وارد بازی شدین خوب عمل کردین، الان هم پرسپولیس سهی جلوه، بعد فکر میکنین که پیشبینیتون نتیجه بازی چی میشه و اگر خودتون حضور پیدا کنین نوع عمل کردتون به چه صورت خواهد؟ والا اینکه خودم حضور پیدا کنم چه جوریه که نمیشه گفت، ولی خدا رو شکر تیم سهی جلو صد درصد شک نکنیم که ما گل بیشتر هم میزنیم این بازی. پیش بینیتون از پرسپولیس در لیگ قهرمانان؟ اگه استارتش اینجوری باشه ان شاءالله من قهرمان میشم. بالاخره تلسمو میشکنین. 100 درصد. موفق باشید. خب بعد از اینکه پرسپولیس موفق شد در نیمه اول با سه گل علی کریمی، علیرضا واحدی نیکبخت و هادی نوروزی نیمه اول را با یک نتیجه قاطع یعنی نتیجه 3-0 به پایان برسونه، متاسفانه در نیمه دوم شاهد بودیم که از اون حملات کوبنده نیمه اول خبری نبود و همین قضیه باعث شد که یک گل دریافت کنه.